بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز صنف هفتم امیدوارم که صحتمند و سلامت باشید شاگردای عزیز به مضمون ریاضی خیلی خوش آمدیم خب شاگردای عزیز و گرامی مضمون ریاضی سنف هفتم هستیم درست است و فصل چندم هستیم فصل پنجم مسلس ها و چندزل ها درس ششم ما و شماست امروز خب شاگرده عزیز قبل که بگیم درس امروز ما شما چی میخوانیم کارخانیگی درس گذشته رو باید به ما روان میکردیم از طریق چی؟ از طریق واتساپ نمبرش هم چند است؟ 20964 درست است؟ اگر کدام سوال، کدام مشکل در حل کارخانگی، کدام پیشنهاد یا انتقاد دارید، میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که به شما خواندم. درست است؟ از طریق واتساب، یوتیوب، فیسبوک فرق نمی کنه، میتونید با ما ارتباط بگیرید. درست است؟ خب شاگرد عزیز، پس بریم ببینیم درس امروز چی چی میخوانیم ما شما امروز؟ درس ششم ما و شما هدفش چی است؟ هاست. اگر یادتان باشد در درس های گذشته ما مثلث ها را تعریف کردیم گفتیم مثلث چی است مثلث یک سه است درست است و سه تا راس دارد سه تا زل دارد و ما میتونیم سه تا زاویه هم دارد دیگه هر رس به عنوان یک زاویه هم گفتیم میتونیم معرفی کنیم درست است و سه زاویه هم دارد و گفتیم اگر یادتان باشد مثلث ها را ما دستبنده کردیم به از حیث لا و از حیث زاویه ها از حیث ازلا اگر دست بندی کنیم گفتیم مسلس های چی هست؟ متصاوی الازلا یعنی هر زلش با هم مساوی است یا مسلس های چی؟ متصاوی ساقین یعنی چی بود؟ فقط دو تا زلش با هم مساوی بود او دو تا زل مساوی رو برش چی میگفتیم؟ ساق مثلث و او زل سوم برش میگفتیم قایده مثلث درست است؟ و دیگه چی بود مثلث های مختلف الاضلاع یعنی دو تا ضلع از هیچ ضلعش با هم دیگه مساوی نیست پس اگر سه تا ضلع با هم مساوی باشد چی میشد متساوی الاضلاع دو تا ضلعش مساوی باشد متساوی ساقین و هیچ مساوی نباشد میگیم مختلف الاضلاع اما مثلث ها از چی از حیث زاویه ما و شما دستبندی کردیم و گفتیم مثلث های قائم زاویه یعنی یک زاویه 90 درجه داشته باشد منفرج زاویه یک زاویه بیشتر از 90 درجه داشته باشد و مثلث های حادت زاویه یعنی هر سه زاویه از او از 90 درجه کمتر باشد پس مثلث ها کار کردیم نه و درس امروز ما و شما چی است چند زلی ها با مثال مثلث ما و شما سه زلی است ما 4 و تا آخر دلای تنایزلی زلی داریم خب ولی ما شما یک تعریف میکنیم آیا هر چهار زلی که موش هر چهار تا خطی که ما شما بکشیم یک چهار زلی میشه میگیم نه خیر پس ما چند زلی رو تعریف میکنیم چی از تعریف دقیقش میکنیم و شکل میکشیم میگیم حالا این چند زلی یعنی پس میریم سر تخته و چند زلی ها رو تعریف میکنیم که به چه شکل میباشه درست است پس بریم سر تخته چند زلی تعریف چند زلی رو بهش یک شما تعریف میکنیم میگیم یک خط منکسر یا شکسته فرق من میکنه من شخ... منکسر هم شکسته است دیگه نه؟ یک خط شکسته بسته پس دقت کنید چند زلی رو میگیم یک خط شکسته خب شکسته رو شما میفهمید دیگه نه ما و شما سه نوع خط داریم خط مستقیم داریم درست است خط شکسته داریم یعنی خط شکسته است مثلا و خط چی داریم خمیده یا منحنی برش میگیم پس سه نوع خط داریم خط مستقیم خط شکسته و خط منحنی یا خط خمیده برش گفته میشه حالا ما واشو گفته چند زلی چی است یک خط شکسته پس از این نوع است درست است دیگه منحنی و خط مستقیم یک تا نیست چند تا چی هست؟ شکسته است. چند تا خط مستقیم. مد... داریم نیم خط های مستقیم داریم ولی منحنی نباید داشته باشیم صحیح پس یک تا خط شکسته عزیز. یک خط شکسته بسته شکسته بسته بسته رو میخوام یعنی چی؟ باید بسته باشد باز نباشد دیگه سایست که چی است؟ که فقط در ابتدا و انتها در ابتدا و انتها یک دیگر رو قدم میکنند یا بگیم که نقطه تقاطع دارند فرق نمیکنند در ابتدا و انتها یک دیگر را قطع میکنن پس بایین میگیم تعریف چی شاگرد عزیز؟ تعریف چندزل ای یک خط شکسته بسته پس هم شکسته باید باشد هم بسته باشد باز نباشد دیگه است؟ که فقط در ابتدا و انتها یک دیگر را قطع میکنن. پس سه تا ما و شما اون موضوع شد خط ما و شما باید چی باشد؟ شکسته باشد دیگه چی باشد؟ بسته باشد دیگه چی در ابتدا و انتها یک دیگر را قطع کنند اینی سه را ما شما باید فکرمون باشد به با عنوان مثال شاگرد عزیز اینی چند بله این چند زلیست هم مسلس که ما شما خواندیم یک سه زلیسته میگیم چی چند چرا ببینیم شرط ها چک میکنیم خط شکسته است بله خط شکسته است بسته است بله بسته است باز چی رقم است مثال اینی چنزلیسته. نه خیر چی است خط شکسته است ولی بله نیست چرا بسته چون باید به این وقت شود دیگه خب وقتی وقت نشه باز است بسته نیست پس هیچ هیچ چنزلی نمیشه پس بسته رو فهمیدیم که کسر رو فهمیدیم بسته رو فهمیدیم که فقط در ابتدا و انتها یک دیگر را قد میکنن یعنی چی ابتدا و انتها به عنوان مثال ما و شما امی مثلث کشیدیم ما از اینجا شروع کردیم ابتدای ما و شماست چی کردم کشیدم کشیدم و دوباره دورم در خود انتها ابتدا یک جای شده هم دیگر چی کرده قد کرده ابتدا انتها فقط هم دیگر قد میکنه یعنی در جای دیگر اگر قد کنه بازم هم نمیشه پس چی هست این زلی هست تیک بارک میکنیم صحیح است میره بهتر بکشم این چنزلی است. هست این چنزلی نیست چرا چنزلی نیست این چنزلی هست اما این نیست چرا چون بسته نیست درست است و نوشته می چون بسته نیست بسته نیست پس بس این است چون بسته نیست پس بس چنزلی نیست خب ای چی شکلی می کشم شاگرده عزیز دقت کنید ای چنزلی است بگیم هم چنزلی نیست بسته هست درست است در ابتدا و انتها هم دیگر خط کرده فقط چی است خط شکسته نیست درست است قسمت است ولی قسمت چی است من با این کلانتر بکشم که دقیق ببینید این چی است منحنی است یک خط خمیده است سایست با نام به شک باشه یعنی یعنی چندزلی هم میگیم نخیر شکسته رو داره بخش شکسته میگم بسته رو داره ابتدا و انتها رو داره که فقط هم دیگر خط کرده ولی شکسته رو نداره پس این هم چنزلی نیست میگیم چرا چون شکسته نیست خط شکسته نیست صحیح شد پس یه چنزلی هست یه چنزلی نیست هم چنزلی نیست خب شاگرده عزیز یعنی ای شکل این چنزلی است شما بگید این چنزلی است خط شکسته است بله شکسته است خط خمیده نداره صحیح منحنی نداره بسته است بسته هم است من از این نقطه شروع کردم و کشیدم در خودش رساندم صحیح پسی ای چیست؟ این چی است داره هم بس سر رو داره پس چند میگیم نه خیر شرط سوم باید داشته باشه شرط سوم چی بود گفتیم در ابتدا و انتها یک دیگر رو فقط قطع کنه ابتدا و انتها هم دیگر قطع کنه ولی در دیگه جای هم قطع کرده دو تا خط یک دیگر صحیح است هر دیگر قطع پس علاوه بر ابتدا و انتها دیگه جای هم خود قطع کرده پس این هم چند نیست پس چند سه شرط باید داشته باشه پس من نشتا میکنم که نیست اینم چلیپا میمونم برش نیست yes. چرا نوشته میکنیم چون در دو نقطه دیگر را قطع کرده است درست است در دو نقطه خودش را قد... قطع... یک دیگر را خودش را قطع کرده است در دو نقطه خودش را قطع کرده است صحیح شد پس فقط این شکل اول ما و شماست که چی است یعنی سه شرط دارد خط شکست است بسته است فقط در ابتدای و انتها خودش را قطع کرده است خب شاگرد عزیز یک چند شما میتونید بکشید در کتاب چتان یک چند یک چند در کتاب چتان بکشید شاگرد عزیز این چند چند است شما بگین شاگرد عزیز چک میکنیم خط شکسته است بله خط کل شکست است بسته است بله بسته شده باز نمانده ما باز چه رقم گفت این باز است دیگه نه پس این خط شکسته شکس است بسته هم هست. فقط در ابتدا و انتها خود خط کرده در یک جای حالا این نقطه شنجی فرق نمیکنه تو عزیبی بکشی ازی بکشی. از هر کدام بکشی همون میشه ابتدا و انتهای تو دیگه نه من کشیدم شما بیا عزیبی بکش ازی کشی باز دوباره دو دمی میرسین پس فقط در یک نقطه هم دیگر چه خودش قطع کرده پس فقط در ابتدا و انتها هم دیگر قطع کرده دیگه نقطه دیگه جای دیگه یک دیگر قطع نکرده پس این سه تا شرط دارد پس ای چی است این چند پس ای چی میشه این چند ای میشه اینو تیک مارک میکنیم صحیح است شاگرد عزیز یعنی شکل ما و شما چند است بگین شما آفرین چنزلی نیسته چرا؟ دلیلش شکست است؟ بله شکست است چی است؟ بسته نیست چون دقیقا اینجا و اینجا جداست باز است دیگه بسته نیست پسی چندزلی نیست صحیح شد؟ پس هم چندزلی نیست هم نوشته میکنید تیک مارک میکنی چلیپا میمانیم چندزلی نیست خب یک تا دیگه هم کار کنیم شکرده عزیز در اینجا نوشته میکنم در اینجا شکلش میکشم است بگین چه عزیز؟ خط شکسته است؟ بله خط شکسته است. بسته است؟ بله بسته است. و فقط در ابتدای امتا یک دیگر قطع کرده؟ بله. پس هر هر سه تا شرط دارد پس هم چند زلی است. خب چند زلی سه شاگرد عزیز چند تا زل دارد؟ باید بشمارید دیگه. یک زل میشه، این دو، این سه، این چهار. پس این چهار زلی ای است. پس این چی است؟ اینم تیک مارک می‌کنیم. اینم چند زلی است. که چی است؟ زل چهار زلی است. من نوشتم می‌کنم چهار زلی. یه چند زلی بود یه هم چند زلی است بوش یک دو سه چهار، پنج پس پنج زلی است من داخلش نوشتن بکنه پنج زلی سهی است یه چی است یه هم سه زلی بود دیگه نه یه هم سه زلی بود سه زلی درست است شکر دیزیست پس چند زلی را تعریفش فا چند زلی یک خط شکسته بسته که فقط در ابتدا و تا یک دیگر را قطع میکنند یعنی سه شرط باید چی؟ چک کنیم در, هر را در, رابطه با هر سوال که ببینیم اگر سه تا شرطش با هم دیگه برقرار بود ار سه را داشت میگیم چند است اگر یک کدامش را نداشت میگیم چند زلی نیست مثال هم کار کردیم درست است؟ خب شاگرد عزیز من تختر پاک میکنم و در رابطه با چند ها چند نکته میخوانیم درست است پس من تختر پاک میکنم شاگرده عزیز و گرامی نکته اول ما و شما چی هست؟ نکته یک یا میتونیم تعریف کنیم نکته نقطه... با عنوان نکته میگیم فرق نمیکنه نکته نکته یک میگیم چی هست؟ چن... تعریف میکنیم چندزلی های منظم پس یک شکل به ما, ما و شما داد اول چنزلی شما چک میکنیم چندزلی است یا نه حالا اگر چندزلی بود ما چند شرط برش میمونیم اگر این شرط ها برقرار بود به اون میگیم چنزلی منظم صحیح پس من نامش نوشته کنم بجای نکته نوشته کنیم چنزلی منظم پس چنزلی... چند منظم بعضی از کتاب ها منتظم هم نویشته میکنه فرق نمیکنه من منظم یا منتظم فرق نمی من, من نویشته کنم منتظم هم نویشته کنم منتظم یا منظم صحیح شد خب چی چی به چند زلی میگیم چی منظم میگیم چند زلی هایی که تمام زل ها با هم دیگر و تمام زاویه ها با هم دیگر چی باشد مساوی باشد پس نوشته میکنم چند زلی که همه زاویه ها با هم و همه از لا با هم چی باشد؟ با هم مساوی باشد خب شاگرد عزیز پس همه زاویه ها باید با هم مساوی باشد و همه از لا هم با هم دیگه مساوی باشد با اون میگیم چند زلیه منظم به عنوان مثال سه زلی منظم سه زلی مسلس هست دیگه نه مسلس سه زلیست سه زلی مسل... منظم چی میشه؟ میشه مسلسی که همه زاویاش با هم و همه زلاش با هم برابر باشد میشه مسلس متساویل از لا پس من شکل زدن برش میکشم براتون شاگرده عزیز اینه چی ست تا زلش با هم مساوی است و سه تا زاویه از هم با هم مساوی است زاویه مثلث متساوی الافزار گفتیم چند درجه میشه چند هر کدامش 60 درجه و مجموعش چند میشه 180 رو گفتیم قبلا خواندیم دیگه نه مجموع زوای داخلی هر مثلث 180 است حال چون ست زاویه با باید با هم دیگه مساوی باشد چی میشه با هم دیگه مساوی باشد شاگرد عزیز به هر کدام چه چقدر میرسه 60 درجه میرسه چون 3 60 میشه 180 درجه صحیح پس این میشه فزلی م... چی منظم سه منظم. که نامش چی هست؟ نامش هست. مسلس متساویل از لا. متساویل از لا. پس ای چی هست؟ سه منظم. که نامش مسلس متساویل از هست. خب شاگرد عزیز، زلی منظم چی میشه؟ بگین نامش هست؟ آفرین، اونهایی که گفتن مربع، صحیح گفتن. چهار منظم چهار زلش با هم مساوی است و هر زاویه چند درجه است هر زاویه 90 درجه است و چهار تا زاویه هم با هم چی است مساوی است پس چهار زلی منظم که نامش چی است نامش مربع صحیح است شاگرد عزیز آیا مستطیل چهار زلی منظم است مستطیل شکل شما یاد دارین دیگه نه مستطیل مگه بکشم این یعنی مستطیل است دیگه نه خانده میگه در قبل زاویش کلش چند درجه است؟ کلش نود است پس چار زلی منظم است؟ میگیم نه خیر زاویش درسته با هم مساوی است ولی زل هایش مساوی نیست دیگه ما گفتیم هر چهار زل ازی درسته زل مقابل با هم مساوی است یک کد ازی مساوی است ولی چهار تا زل باید با هم دیگه یعنی یعنی طول عرض باید با هم مساوی باشه که نیست اگر مساوی باشه که میشه مربع. سیست؟ پس مستطیل چهار منظم نیست فکرتان باشه درسته از زلای رو با هم مساوی است ولی ما گفتیم ار چهار زلش باید با هم چی باشد مساوی باشد پس مستطیل چی است منظم نیست صحیح چاگرد عزیز متوازی الاضلاع با هم چهار زلی منظم است یعنی متوازی الاضلاع را میفهمیم چه شکل است نه این شکل برش میگه متوازی الاضلاع این شکل چی است متوازی الاضلاع است این چهار منظم است باز میگیم نه خیر چرا چون زلش با هم مساوی نیست این هم دقیقا مثل مستطیل زیلهای مقابل با هم مساوی است ولی با هم دیگه مساوی نیست تازه زاویه هاش هم مساوی نیست یعنی زاویه حاد است یعنی زاویه منفرج است با هم مساوی نیست پس متوازی الاولام چهار منظم نیست درست است دیگه چی مستطیل هم گفتیم متوازی الاولا گفتیم دیگه چی لوزی لوزی آیا چی است چهار منظم است لوزی شکلش یاد دارین شکر دا عزیز لاوزی چهار زلی که چهار زلش با هم مساوی سر میفهمیم ان لاوزی است چهار تا با هم مساوی است آیا مت... منظم است میگیم نه خیر چرا چون درست چهار زل مساوی است اما زاویایش مساوی نیست باید زاویه مساوی باشد شما این زاویه نگاه کنید زاویه حاد است زاویه منفرج است با هم دیگه مساوی نیست مقابل مساوی است ما گفتیم ار چهار زاویه باید با هم برابر باشد درست است پس لوزی چی است منظم نیست زوزنقه چی زوزنقه من... چی است منظم است زوزنقه رو میفهمیم چی رقم است یعنی این است نه اینه که اصلا چی است منظم نیست چون اصلا زیلاش مز... نداره حتی زلای روبرو هم مساوی نداره پس زوزنقم نیست فقط چهار زلی منظم نامش چی است مربع چهار زلی مربع چهار زلی منظم فقط مربع میشه سه زلی منظم فقط مثلث متساوی اضلاع میشه شاگرد عزیز مثلث قائم زاویه آیا منظم است میگیم نخیر. خیر مثلث قائم زاویه به این شکل است دیگه یعنی مثلث قائم زاویه یک زاویه 90 دارد منظم است سه تا زلش با هم میگیم نه خیر زاویه اش مساوی است نه خیر مثلث ساقین چی شاگرد عزیز مثلث متساوی ساقین هم منظم یعنی ساق با این ساق مساوی است اما ضلع سوم با این مساوی نیست پس یه منظم نیست فقط مثلث متساوی الاضلاع ممکن سوال کنه شاگرده عزیز مثلث قائم زاویه متساوی ساقین قائم الزاويه متساوی ساقین شکلش کشنه می یاد دارین یعنی یک مثلث قائم زاویه باشه زاویه 90 درجه داشته باشد و ساقاش هم با هم برابر باشد یعنی این ساق با ساق این ساق مساوی است آیا منظم است بگیم نه چون زلی سوم با یا مساوی نیست زاویه این مساوی نیست پس اینا هیچ منظم نیست پس سه زلی منظم فقط مثلث متساوی الاضلاع چهار زلی منظم فقط مربع صحیح خب شاگرد عزیز پنج زلی منظم چه رقم میشه با پاک کنم پنج زلی منظم بکشم براتون پنج زلی منظم شا... شاگرد عزیز به میشه یعنی زل ها با هم چی است مساوی است حالا من کمی رسمیم خوب نیست شما خودتون دقیق بکشین صحیح پنج زلی منظم پنج زل چی دارد با هم مساوی زاویه هاشم کلش باید با هم مسایی. کل زاویه هم باید با هم چی باشد مسایی باشد پس میشه پنج زلی منظم پنج زلی منظم نامش چی است نامش پنج زلی منظم است چهار زلی منظم مربع داریم سه منظم،, منظم چیست؟ مسلس متصوری از داوالی برای پنج زلی منظم نام نداره و همون خودش میگیم پنج منظم شش زلی منظم چه رقم میشه شاگرده عزیز؟ شش تا زلی منظم باید بکشیم سه است؟ شش تا زلی مساوی باید بکشیم به این شکل بشه یعنی شش تا زل یک دو سه چار پنج شش و هم دیگه مساوی است زاویه هایش کلش با هم چیست؟ مساوی است 6 تا زاویه مساوی دارد 6 تا زل مساوی دارد و به این شکل هفت زلی منظم 8 زل منظم تا لایتنای میتونیم بکشیم وقتی به لایتنای بریم شکل ما شما چی میشه شاگرد عزیز میشه چی تقریبا دایره مانند میشه شاگرد عزیز سوال آیا دایره چند زلی منظم است خود دایره این کارخانگی سه شاگرد عزیزا دایره چند زلی منظم است میگیم نخیر چرا اصلا چون چند زلی نیست دایره تعریف چنزلی چی است؟ تعریف چنزلی گفتیم خط شکسته، دایره شکسته است، دایره منحنی است. صحیح شد؟ پس دایره اصلا چنزلی نیست که ما بگیم منظم نه. چون چنزلی نیست پس منظم هم نیست. پس فهمیدیم می‌دیم چنزلی منظم، چنزلی چنزلی که همه زاویه‌ها با هم و همه اضلاع با هم چی باشد مساوی باشد. درست است؟ و چنزلی منظم، چهارزلی منظم، پنجزلی منظم، ششزلی منظم، هفتزلی منظم و ما هم تو می‌ریم. شاگردای عزیز زلی منظم زاویه چند درجه شد؟ هر زاویه 60 درجه. در چهار زلی چند شد؟ هر زاویه 90 درجه. در پنج زلی چند میشه زاویه؟ شما یک پنج زلی منظم پیدا کنید در کتابچه تون است. برین زاویه‌ش با نقاله اندازه بگیرین چند درجه میشه و مطمئن باشید باید زاویه های هر پنج زلی منظم چند درجه شوه؟ 108 درجه میشه. هر زاویه‌ش 108 درجه. 6 زلی منظم اگه برین پیدا کنید زاویه‌ش هر زاویه باید 120 درجه شوه. صحیح؟ 120 درجه باید شوه و به همین شکل یک یک رابطه بین یا که ما شما دریافت میکنیم 5 زلی مثلا با نام مثال 10 زلی منظم چند هر زاویه چند درجه میشه که باز درس های بعد به خیر میخوانیم صحیح شد و یک نکته دیگه هم در درس بعدی رو داریم یک مثلث مجموع زوای داخلی چند درجه میشه 3 تا 60 درجه فرق نمیکنه در مثلث 180 یک چهار زلی چهار تا چه منظم باشه چه منظم نباشه فرق نمیکنه چند میشه چهار تا به اندازه اینجا چهار تا 90 درجه داریم نه چهار تا 90 4 9 36 به 360 درجه میشه در اینجا 5 تا 160 108 درجه داریم 5 تا 108 چند میشه 500 میشه 5 8 هم 40 میشه چند 540 درجه سایست دو میشه چند باز حساب کنیم 6 تا 120 درجه حساب کنیم باز یارم ما چی میکنیم در درس بعد با هم دیگه میخونیم پس شاگرده عزیز ما یک مرور میکنیم درس چی گفتیم چنزلی رو تعریف کردیم گفتیم چنزلی یک خط شکسته بسته که فقط در ابتدا و انتها خودش را یا یک دیگر را قطع میکنه درست است جای دیگر قطع کنه او چنزلی نیسته و حالات های هم شکل برتون کشیدیم و فهمیدیم چنزلی بود یا چنزلی نبود درست است و بعد از چه خواندیم چنزلی منظم خواندیم چنزلی منظم بگیم چنزلی که چی باشد همه زاویه ها با هم و همه ازلا با هم دیگه چی باشد مساوی باشد درست است خب شاگرد عزیز درس امروز ما شما امیسه این خواندیم و فهمیدیم درست است؟ <موسیقی> خب شاگرد عزیز و گرامی چند زلی را کار کردیم و تشریح کردیم و فهمیدیم چند منظم هم گفتیم تعریف کردیم درست است؟ پس این من تیک مارک میکنم درس امروز ما و شما بود و خواندیم به خیر با هم دیگه و کارخانگی کارخانگی چی هست؟ تمرین های صفحه 132 کتاب باید حل کنید و ما روان کنید در طریق واتساپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 درست است شاگردای عزیز پایان درس ششم از فصل پنجم عزیزان مانده نباشین بخیر باشین شما رو به الله پاک و مهربان می سپارم